السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام علیکم و رحمت الله. عظم الله اجورکم. عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی شبکه امام حسین علیه السلام. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. تنها جمله‌ای که با دیدن خیل عظیم زائران اربعین سید الشهدا علیه السلام، آن هم 10 روز مانده به روز اربعین حسینی، به لب و دهان انسان جاری میشه، همین جمله هست: ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام، صدا و تصویر بنده را از ایستگاه پخش زنده مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام واقع در خیابان قبله امام حسین علیه السلام دریافت می‌کنید. ما اینجا در چند قدمی حرم مقدس و مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم و شما در تصاویر خیل عظیم زائران رو مشاهده می‌فرمایید و مواکب خدمتگزار زائران اربعین در خیابان قبله امام حسین علیه السلام. لبیک یا حسین، محوری ترین ندای زائران اربعین. باور به لبیک یا حسین چگونه میتواند تحولات فردی و اجتماعی را به رقم بزند؟ در تماس های شما بینندگان محترم امشب راجع به این موضوع صحبت میکنیم و اینجا هستیم تا با هم از قدرت لبیک یا حسین بگوییم و بشنویم. از همین الان کارگردان به من اطلاع دادن که تماس ها رو باز کردن، میتونید تماس بگیرید و در موضوع برنامه امشب تا اربعین با مسعود بهنام مشارکت کنید. لبیک یا حسین ندایی است که از قلبها و جانها برمیخیزد و در مسیر عشق به امام حسین علیه السلام جریان میابد. این ندا فراتر از یک شعار است، صدای عشق است و ایمان و ایستادگی در برابر ظلم، ایستادگی در برابر ستمگران و اعلام وفاداری به آرمانهای انسانیت و حقیقت. اولین تماس امشب رو دریافت میکنیم. سلام علیکم، از کجا تماس میگیرید؟ سلام، حسن هم شریفان تماس میگیرم. اسم شریفتون؟ عباس هستم. آقای عباس آقا از اصفهان، بفرمایید نظرتون رو میشنویم. عباس هستم. صدای تلویزیونتون رو تا آخر ببندید، صدای من رو فقط با از طریق موبایل بشنوید. یه انتقاد داشتم، میخواستم از آقا عرض کنم خدمتتون. خواهش میکنم هر انتقاد پیشنهادی که دارید به دوستان من در روابط عمومی منتقل کنید. بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، همینطور که در تصویر مشاهده میکنید، اینجا مقابل ایستگاه پخش زنده امام حسین علیه السلام جمعی از زائران اربعین سید الشهدا علیه السلام رو میبینیم.
صدای من رو دارید؟ تصویر شما الان به صورت زنده و مستقیم از طریق شبکه امام حسین علیه السلام پخش میشه. میلیون ها عاشق امام حسین الان شما رو میبینن. رو به حرم امام حسین بایستید، رو به حرم سید الشهدا، همه با هم سه مرتبه لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. میلیون ها نفر از بینندگان شبکه امام حسین علیه السلام از شما التماس دعا دارن. شمایی که در شب جمعه زائر سید الشهدا هستید، شمایی که با هر قدم اللهم عجل ولیک الفرج بر زبان دارید، شمایی که در چند قدمی حرم امام حسین علیه السلام لبیک یا حسین گویان به سوی محرم مطهر سید الشهدا علیه السلام روانه میشید، ان شاء الله که قسمت و روزی همه شما بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام هم بشود. به عنایت حضرت رقیه سلام الله علیها و به مدد و لطف و عنایت حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، شما هم جزء زائران اربعین باشید. تماس بعد رو بسط کنید. سلام علیکم، از کجا تماس میگیرید؟ قطع شد. تماس بعد رو به من وصل کنید. سلام علیکم، از کجا تماس میگیرید؟ بیننده ای که الان پشت خط هستید از کجا تماس گرفتید؟ سلام علیکم، اسم شریفتون، از کجا تماس میگیرید؟ من یک بار دیگه خواهش میکنم از بیننده های محترم که وقتی تماستون وصل میشه صدای تلویزیونتون باید تا آخر بسته باشه. اگر میخواید ضبط کنید، فیلم بگیرید از تماستون با شبکه امام حسین علیه السلام، خودتون جای دیگری باشید و شخص دیگری این کار رو انجام بده. وقتی تماس میگیرید فقط از طریق موبایل با بنده صحبت کنید. تماس بعد رو بدید. سلام، خسته نباشید. سلام علیکم، متشکرم. از کجا تماس میگیرید؟ از اصفهان تماس میگیرم. تازه قطع شده، عباس هستم. آقای عباس، بفرمایید نظرتون رو میشنویم. والا یه مشکلی که داریم، ما الان تو شهرستان هر چی می‌خواستیم یه کربلا نشد. از این مدیران محترم ما ترمینال ها نمی‌دونم هرکی که مسئول این ترمینال هستن چنان بلیط‌ها رو اینقدر بردن بالا که تا مرزمون نمی‌تونیم بریم. مثلا کرایه 280 تومن، 350 تومن، کرایه محتوی 12000 تومن. بله. هیچکی هم صدای ما نمیشنه. ما شب گذشته راجع به موانعی که دولت ایران برای زائران افغان و پاکستانی ایجاد کرده صحبت کردیم. الان هم این مشکلی که شما اشاره کردید درد دل بسیاری از عاشقان امام حسین و زائران کربلاست. امیدواریم که مسئولین مربوطه این سودجویی ها از اربعین رو کنار بگذارند و آنها هم سهیم باشند در خدمت به زائران اربعین امام حسین علیه السلام. به هر حال تشکر میکنم از تماستون آقای عباس از اصفهان. تماس بعد رو وصل کنید. کارگردان محترم، اگر میبینید که مشکلی هست اونجا موبایل رو به من بدید که اینجا سریعتر بتونم تماس ها رو وصل کنم و زمان رو از دست ندیم. سلام علیکم، از کجا تماس میگیرید؟ سلام، اسم شریفتون؟ من مریم هستم از تهران. سرکار خانم مریم، ابتدا زیارت میکنید یا نظرتون رو میفرمایید؟ حاج آقا، من التماس دعا دارم. انجام وظیفه میکنم، دعاگو و نایب زیارتون هستم. تماسشون قطع شد. انشاءالله که سرکار خانم مریم شما هم جز زائران میلیونی اربعین امسال باشید. بیننده های محترم، اعجاز توسل به اهل بیت علیهم السلام رو دست کم نگیرید خدای ناکرده.
بسیاری از افرادی که مشاهده میکنید و زائر امام حسین علیه السلام شدند، در کربلا هستند یا در مسیرهای مشایع هستند، به واسطه توسل به حضرت رقیه سلام الله علیها کربلایی شدند، به واسطه توسل به حضرت ام المصائب زینب کبری سلام الله علیها کربلایی شدند. توسل کنید به اهل بیت علیهم السلام و انشاءالله که شما هم جزء زائران اربعین امسال باشید. تشکر میکنم از کارگردان که موبایل رو به من تحویل دادن. سلام علیکم، از کجا تماس میگیرید؟ صدای من رو دارید؟ سلام علیکم، از کجا تماس میگیرید؟ سلام. اسم شریفتون، از کجا تماس میگیرید؟ با عرض سلام، من ایرانی ام. بله، اسمتون رو بفرمایید. از اینجا میخوام سلام که برای امام حسین برسانم. بفرمایید. اگر اجازه برای من نائب زیاره باشی. صدای شما به طور مستقیم در کربلا پخش میشه، بفرمایید زیارت. من دو ساله خیلی علاقه داشتم که بیایم ولی شانس نتونستم. الان صدای شما در کربلا پخش میشه، بفرمایید زیارت کنید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک او و اولاد الحسین، السلام علیک اصحاب الحسین. من برای شما از شما آرزو دارم که حجت ما را برآورده کنید. الهی آمین، زیارتتون قبول باشه. انشاءالله که شما هم به زودی زائر امام حسین علیه السلام در کربلا باشید. خواهش میکنم بیننده های محترم زیارت هاتون مختصر باشه که تماس های بیشتری رو بتونیم وصل کنیم. سلام علیکم، از کجا تماس میگیرید؟ سلام، از کجا تماس میگیرید؟ آجا خسته نباشید، من از ایران، از تهران تماس میگیرم. متشکرم. از تهران اسم شریفتون؟ من سلمانم، من پدر مادرم متولد بغدادم، خودم تو قاقالا قسمت نشده بیام. آقا سلمان، الان در این شب جمعه که زائران اربعین امام حسین رو در تصویر میبینید، صدای شما در کربلا پخش میشه، بفرمایید زیارت. آقا سلمان، بفرمایید زیارت. خب متاسفانه ایشون هم منتظر میشن که صداشون در تلویزیون بشنون صدای خودشون رو و این باعث میشه که افراد دیگری که... سلام علیکم، از کجا تماس میگیرید؟ سلام علیکم، ما از مشهد تماس میگیریم، سجاد اسلامزاده هستم. آقا سجاد، صدای شما به طور مستقیم در کربلا پخش میشه، بفرمایید زیارت کنید. سلام خودم برای آقا عبدالله حسین و آقا عبدالفضل عباس و تمامی شهیدان مقدس کربلا عرض میکنم و آرزو دارم امسال در اربعین حسینی مانند سالهای گذشته باشم و از شما میخوام برای من دعا کنید. خواهش میکنم انجام وظیفه میکنم. دعاگو و نایب الزیاره شما و دیگر بیننده های محترم هستم. تماس بعد رو وصل میکنیم. سلام علیکم، اسم شریفتون، صدای من رو دارید؟ سلام علیکم. تماس بعد. سلام علیکم، از کجا تماس میگیرید؟ سلام علیکم، من از اصفهان دستگرد بلخا. بله، صدای شما به طور مستقیم در کربلا پخش میشه، بفرمایید زیارت کنید. خیلی هم ممنون و تشکر. یکی از مدیر کاروان های صدای من رو دارید؟ بفرمایید زیارت کنید. بله بله. السلام علیکم یا ابو عبدالله، السلام علیکم یا عزیز دل زهرا، السلام علیکم یا سید شهدا. قربونی نام دارم حسین. من همیشه خدمت دارم شب و جمعه را قربونی دارم. فدای حکومت و بارگاه دست دارم. ممنون و تشکر. یا حسین،
خیلی هم قبول باشه زیارتتون، انشاءالله که شما هم جز زائران میلیونی اربعین امسال باشید. من سعی میکنم که کمتر بین تماس ها صحبت کنم که افراد بیشتری بتونن در این شب جمعه زائر سید الشهدا باشن و نظرهای بیننده های محترم رو راجع به سوال و موضوع برنامه بشنویم. سلام علیکم، از کجا تماس میگیرید؟ خودتون رو معرفی بفرمایید. بفرمایید زیارت امام حسین علیه السلام. منتظر هستن متاسفانه که صدای خودشون رو از تلویزیون بشنوند. سلام علیکم، از کجا تماس میگیرید؟ صدای من رو دارید؟ الو. سلام علیکم. سلام علیکم. اسم شریفتون، از کجا تماس میگیرید؟ من آخوندی هستم، تهران. بفرمایید زیارت سید الشهدا علیه السلام. خب تماسشون قطع شد. سلام علیکم، از کجا تماس میگیرید؟ الو سلام. اسم شریفتون؟ من از بوشه تماس میگیرم، ایران. از بوشه، بفرمایید زیارت. خب متاسفانه تماسشون قطع شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام علیکم، از کجا تماس میگیرید؟ الو سلام. سلام علیکم. من نیلوفر مختلط کاشم. بفرمایید زیارت امام حسین علیه السلام. خب ایشون هم منتظر هستن صدای خودشون رو از تلویزیون بشنوند. سلام علیکم، معرفی بفرمایید خودتون رو. سلام علیکم، مطفع احمدی هستم از کابل افغانستان. از کابل، صدای شما به طور مستقیم در کربلا پخش میشه، بفرمایید زیارت. سلامت باشین. سلام علیکم یا ابا عبدالله. سلام علیکم قمر بنی هاشم. سلام علیکم یا آقای امام زمان رحمت الله و برکاته. در باره میخواستم عرض بکنم که این ندا ما را واقعا در طرف کربلا میکشانه، یعنی هر کسی میخواید راهی کربلا شود باید ندای لبیک یا حسین امام حسین علیه السلام را باید بلند بکنه و این همین محوری داریم به گفته شما این ندا که هست واقعا قلب های ما را به امام نزدیک میکنه. تشکر از شما. احسنتون، متشکرم از تماستون و اینکه نظرتون رو بیان کردید. سرکار خانم احمدی که از کابل افغانستان تماس گرفتن. این روزها میلیون ها زائر اربعین با تکرار ندای لبیک یا حسین تجدید عهد و پیمان می کنند با حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که این امر می تواند تحولات عمیقی در فرد و جامعه به وجود آورد. گروهی از زائران اربعین امسال رو در این شب جمعه مقابل ایستگاه پخش زنده مجمع رسانه امام حسین علیه السلام شما هم مشاهده می‌فرمایید. میلیون ها نفر در کشورهای مختلف از شما التماس دعا دارن. برای اینکه به همه اونها بگید که به یادشون هستید، خواهش میکنم که رو به حرم امام حسین بایستید، دست راستتون رو بالا بیارید و همه با هم لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. انشاءالله که
همه بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام از هر کشوری و از هر طریقی که بیننده برنامه تا اربعین با مسعود بهنام هستید، قسمت و روزی شما هم بشود و مانند همین زائرانی که مقابل ایستگاه پخش زنده مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام مشاهده می کنید، امسال جزء زائران اربعین امام حسین علیه السلام باشید. زمانی که انسان به این ندا باور پیدا می کند، مسیر زندگیش تغییر می کند. او دیگر فقط به دنبال رفاه و راحتی نیست، بلکه به دنبال عدالت، آزادی و مبارزه با نابرابری ها می رود. و این همان دستور خدای متعال در آیه 104 سوره آل عمران است که به مؤمنین یادآوری می کند که ایمان به حقیقت و اقدام در راه آن تنها مسیر کامیابی است. لبیک یا حسین نوری است که دلها را روشن می کند و فرد را به سوی هدفی بزرگتر هدایت می کند. این ندا نه تنها فرد را به سوی عدالت و حق طلبی می کشاند، بلکه جامعه را نیز متحول می کند. تماس بعد. سلام علیکم، از کجا تماس می گیرید؟ سلام از اینجا، از قم، از کرج تماس می گیرم. از قم یا کرج؟ از بچه قم، از کرج تماس می گیرم. اسم شریفتون؟ حمید فرجی هستم عزیز جان. آقا حمید، صدای شما به طور مستقیم در کربلا پخش میشه، بفرمایید زیارت. دست شما درد نکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیک یا قمر الرضی هاشم. قبول باشه زیارتتون. راجع به موضوع برنامه نظرتون رو میشنویم. دست شما درد نکنه از برنامه، برنامه خوبتون که زیارت اربعین رو به خونه های ما میارید. شما انجام وظیفه میکنیم انشاءالله که شما هم همت کنید با توسل به اهل بیت علیهم السلام جزء زائران اربعین امسال باشید. تماس بعد رو وصل کنم. سلام علیکم. سلام علیکم. اسم شریفتون، از کجا تماس میگیرید؟ من از دبی تماس میگیرم. از دبی. اسم شریفتون؟ بله بله، هاشمی زاده. صدای شما به طور مستقیم در کربلا پخش میشه. ابتدا مایل هستید که زیارت کنید یا نظرتون رو میفرمایید؟ نه زیارت کنم. بفرمایید. السلام علیکم امام حسین. السلام علیکم امام حسین. السلام علیکم امام حسین. تمام مریض شفا بده. السلام علیکم امام حسین. السلام علیکم امام حسین. زیارتتون قبول باشه انشاءالله که حاجت روا باشید. شما و تمامی بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام حاجت روا باشید و به زودی زائر امام حسین در کربلا. سلام علیکم، از کجا تماس میگیرید؟ السلام علیکم، خانم رسان آفیدی هستم از کابل افغانستان. از کابل. بفرمایید زیارت سید الشهدا علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبد علی الارواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد. قبول باشه زیارتتون انشاءالله که حاجت روا باشید. کارگردان محترم تایم اوت رو هم به من تذکر بدید. سلام علیکم، از کجا تماس میگیرید؟ متشکرم. زنده باشی. مهدی رضا نصر از همایون شهر اصفهان، حسینی شهر ایران. اسم شریفتون؟ مهدی رضایان هستم از خمینی شهر اصفهان، حسینی شهر ایران. آقای رضایان بفرمایید زیارت شب جمعه. شب جمعه، شب زیارتی حضرت ابا عبدالله صلی الله علیه یا ابا عبدالله حسین، سلام ما را به آقا ابا عبدالله حسین برسولید. از طرف ما نایب الزیاره باشید. دست گلتون درد نکنه بابت برنامه. من انجام وظیفه میکنم. دعاگو و نایب الزیاره شما و تمامی بیننده های محترم هستم. شما هم همت کنید که انشاءالله امسال جزء زائران اربعین باشید. انشاءالله یا علی مدد، انشاءالله که
همه عاشقان امام حسین علیه السلام امسال در مسیر مشایه و زیارت قرار بگیرن. سلام علیکم. سلام علیکم، خودتون رو معرفی بفرمایید. الو، صدای شما به طور مستقیم در کربلا پخش میشه، از کجا تماس میگیرید؟ از قطع شد تماسشون. تماس بعد. سلام علیکم. سلام علیکم، از کجا تماس میگیرید؟ سلام آجا آقا، خسته نباشین آجا آقا. متشکرم. از خمینی شهر اصفهان حسینیه ایران آجا آقا. اسم شریفتون؟ عباس مختاری هستم. جناب آقای مختاری بفرمایید زیارت سید الشهدا علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا الفضل عباس یا باب الحوائج. آجا من 3 سال است که خانومم کرونا گرفت، دست دادم تو خونه تلر تنها هستم و سکته کردم. خدا رحمتشون کنه. با تلویزیون دارم میبینم که برنامه تونا انشاءالله که اعتقاضان نایب و زیاره همه هم باد باشین و برای ما هم دعا کنین برای بیمارا. الهی آمین. شب جمعه هست، انشاءالله که اموات فیض خواهند برد از این زیارت ها و همه شما عاشقان امام حسین علیه السلام انشاءالله جزء زائران اربعین امسال باشید. سلام علیکم، از کجا تماس میگیرید؟ سلام، خسته نباشید. متشکرم. از اصفهان تماس میگیرم. ممنون. اسم شریفتون؟ اسم شریفم خانم جمشیدی. خانم جمشیدی بفرمایید زیارت امام حسین علیه السلام. بله، لبیک یا حسین. خیلی بدون التماس دعا دارم. لبیک یا حسین. انجام وظیفه میکنم. دعاگو من نایب زیارتون هستم. ممنونم. من 7-8 سال نیومدم کربلا. خیلی بدون التماس دعا دارم. ان شاء الله که امسال توسل کنید به حضرت رقیه خاتون و جزء زائران اربعین امسال باشید. ممنونه دو، لطف دارین، خدا خدا نگهدار شما. یا علی مدد. تماس بعد رو فرصت دارم کارگردان محترم که تماس وصل کنم. سلام علیکم. یکی دو تماس دیگه اگر سریع صحبت کنن میتونیم وصل کنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. اسم شریفتون؟ اسمم خدایی، از تهران. از تهران؟ بله. بفرمایید زیارت امام حسین علیه السلام. السلام علیکم و ابو حفظه جان، خواستم برای مریضه سرطانی که در بیمارستان بستری هستن دعا کنید. انشاءالله که به لطف و عنایت حضرت بقیت الله العظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همه بیماران انشاءالله سلامتی کامل و عاجلشون رو به دست بیارن. متاسفانه تماس ما رو زمان ما رو به اتمام هست و فرصت نیست که تماس دیگری وصل کنیم. این باور، باور لبیک یا حسین، اگر به درستی درک و عملی شود میتواند زنجیره ای از تغییرات را در سراسر جامعه به راه بیندازد. بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، در زیارت شب جمعه سید الشهدا علیه السلام، زیارتی که انبیای الهی، اولیای الهی اذن میگیرند از خدای متعال برای زیارت سید الشهدا علیه السلام، دعاگو و نایب الزیاره شما خواهم بود. شما هم همت کنید، توسل کنید به ام المصائب حضرت زینب کبری سلام الله علیها، توسل کنید به بی بی رقیه خاتون سلام الله علیها و انشاءالله جزء زائران اربعین امسال باشید. در خانه نمانید، راهی کربلا شوید. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.